دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته کاریش را با توجه به موضوع مسئولیت سرحدات کشورش به پایان رساند. در آخرین روز هفته رئیس جمهور میزبان تعداد از خانواده های بود که عزیزانشان توسط پناهجویان غیرقانونی کشته شده اند. این خانواده ها در مورد کشتار و حلاکت توسط آن مردم که نباید در اینجا می بودن حرف نمی زنند که به گونه دوامدار مشکل خلق می کنند و کارهای بد را انجام می دن. در میان اعضای این خانواده های آسیب دیده یکی هم سبرین دوردن نام دارد. I از پسرم تنها این خاکسترش به با من باقی مانده است. من خاکستر او را در این لاکتم میپوشم و این گونه او را در آغوش می کشم. قبل از این رئیس جمهور ترامپ در توییترش از قانون گذاران خواست که باید از زیای وقت در تصویب یک مساویده که هدف آن آوردن اصلاحات در نظام مهاجرت است جلوگیری کنند. جمهوری تلاش داشتند تا با این مساویده در جریان هفته گذشته رأی دهند. اما این کار حال در هفته آینده صورت خواهد گرفت. حال توجه همه به سوی یک جا ساختن دوباره آن خانواده های معطوف شده که در چند هفته اخیر به دلیل پالیسی عدم تحمل حکومت در برابر پناهجویان غیر قانونی در سرحد جنوبی ایالات متحده از هم جدا ساخته شده اند. بر اساس پالیسی عدم تحمل حدود 2000 کودک از والدینشان که به گناه غیر قانونی وارد ایالات متحده شده اند جدا ساخته شده و در مراکز مختلف نگهداری می شوند. با وجود آنکه رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته طی یک فرمان روند جدا ساختن کودکان از والدینشان را توقف داد اما انتقاد اعضای حزب دموکرات یا حزب مخالف از برخورد دونالد ترامپ در برابر پناهجویان هنوز هم ادامه دارد. ما تلاش داریم تا این ظلم او را با ترحم خود جبران کنیم ما تلاش داریم تا این هرج و و توسط قانون اساسی این کشور مغلوب ساخته شود تعداد از مخالفین این پالیسی حکومت دیروز در جلوی قصر سفید نیز تجمع کرده بودند کودکان به خانواده هایشان تعلق <applause> دارند ما نباید آنان را از خانواده هایشان جدا سازیم ما باید آنان را دوباره به خانواده هایشان برگردانیم این کار خلاف وجدان است آنان دزدان یا مجرمین نیستند آنها کسانی هستند که نباید زندانی شوند و کودکانشان نباید یک وقت نامعلوم را در زندان سپری کنند در عین حال تعداد از متخصصین به این باورند که حکومت باید هرچی زودتر با یک جا ساختن دوباره خانواده ها دست به کار شود تا میزان تاثیرات روانی این حالت بر کودکان محدود ساخته شود. من در مورد تاثیرات در این وضعیت نگران هستم زیرا برای بعضی از کودکان این جدایی چند هفته یا چند ماه از والدینشان ممکن عواقب جدی در پی داشته باشد به نظر می رسد که چگونگی برخورد حکومت در برابر پناهجویان غیر قانونی یکی از موضوعات داغ در انتخابات کانگریس ایالات متحده خواهد بود. در این انتخابات که قرار است تا پنج ماه دیگر صورت گیرد، حزب جمهوری خواه و دموکرات هر دو برای کنترل این نهاد تقنینی ایالات متحده تلاش می ورزند. سید عزیز رحمان تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.